ضد انقلاب، دلال امریکا، فرصت طلب و حتی جاسوس، اتهام هایی است که در مقابل سالها تلاش برای بهبود روابط ایران و امریکا به مهمان برنامه امروز من زده شده. خودش میگوید اگر این تلاش ها به نتیجه برسد، تحقق دموکراسی در ایران تسریع خواهد شد. خیال پرداز یا واقع گرا؟ هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. آقای امیراحمدی، شما در کنار تدریس در دانشگاه راتگرز نیوجرسی در امریکا سال هاست که تلاش دارید میکنید، تمام همغمتون رو گذاشتین برای اینکه رابطه ایران و امریکا بهتر بشه. خیلی شما رو خیال پرداز خوندن. درسته که الان یک اقداماتی در زمان آقای اوباما داره صورت میگیره، بلکه کماکان به نظر این تجدید این روابط خیال میاد. خیال پردازید واقعا؟ نه، من آدم بسیار واقع‌گرایی هستم. من همیشه تو زندگیم واقع‌گرا بودم. 20 سال پیش وقتی که وارد این میدون شدم، خیلی ها فکر میکردن من دارم خیال پردازی میکنم، ولی واقعیت اینه که از 20 سال به این ور نتایج بسیار خوبی گرفتیم. اولین نتیجه که ما گرفتیم این که 20 سال پیش فقط 5% شاید مردم ایران فکر میکردن این رابطه باید عادی بشه و این رابطه خوبه که عادی بشه. الان من فکر میکنم بیش از 85-90%، حتی 85-90% درون حکومت اعتقاد دارن این رابطه باید عادی بشه. چه علائمی شما دارید که در درون حکومت 85-90% میخوان این رابطه بشه؟ من خیلی از اینا رو با اینا حرف میزنم، خیلی به اینا دسترسی دارم. 20 سال با این رئیس جمهور، نخست وزیر امور خارجه، سفیر، معاون وزیر، با اینا همیشه من الان 20 ساله دارم کار میکنم و واقعیت اینه که من کمتر کسی رو دیدم که نگه این رابطه باید عادی بشه. اما خب یه مسائلی هم هست، بنابراین من الان اعتقاد دارم، صادقانه اعتقاد دارم که بیش از شاید 80% درون دولت، شاید بیشتر درون دولت میخوان این رابطه عادی بشه. شما در دوره سه رئیس جمهور در ایران و حالا سه رئیس جمهور در امریکا، حالا با اومدن آقای اوباما، دارین تلاش رو میکنید و حالا به این نتیجه رسیدید، بعد از این همه مدت به قول شما 20 سال، به این نتیجه رسیدید که حالا در درون حاکمیت ایران عده زیادی میخوان که این روابط برقرار بشه. یعنی واسه یک 20 سال دیگه صبر کرد تا بالاخره تمام حاکمیت به این نتیجه برسه؟ نه، من فکر کنم که اون 10% هم که هنوز مخالفه، من اعتقاد دارم به سرعت داره به این نتیجه میرسه که وضع موجود قابل دوام نیست. میدونید برای جمهوری اسلامی و در واقع برای خیلی از نیروهایی که درون رابطه ایران امریکا بودند در این مخصوصا 15-20 سال گذشته، این جور تفهیم شد که وضعیت نجنگ و نسلحی که الان حاکمه یه وضعیت خوبیه. عربا همینه میخواستن، ایران همینه میخواد، امریکا اینه میخواست. فقط اسرائیل بود که اسرائیل به دعوا داره، به جنگ داره، ولی چون نمیتونست جنگ تحمیل کنه و مخالف صلح هم بود، اونا هم به وضعیت نجنگ و نسل عادت کردن. ولی واقعیت اینه که این وضعیت داره به سرعت ناپایدار میشه به دلیل مشکلاتی که ایران و امریکا مخصوصا سر مسئله غنیسازی اورانیوم و غنیسازی اورانیوم پیدا کردن، به سر قضیه به اصطلاح حماس و حزب الله از یه طرف، اسرائیل از طرف دیگه پیدا شده. وضعیت بسیار بسیار ناپایداره و الان من فکر میکنم که حکومت بعدی ایران فکر نمیکنم بیش از یه سال وقت داشته باشه که این وضعیت نجنگ و نسل رو به سوی صلح ببره، وگرنه دعوا بین ایران و امریکا حتمه. خب در ایران طی این سالهای فعالیت شما در این راه اتهامات زیادی بهتون زده شده، از جمله دلال آمریکا و چیزهای دیگه‌ای که گفته میشه. دقیقاً شغل شما چیه؟ دقیقاً شما دارین چی کار میکنید در این رابطه؟ اول که خب من استاد دانشگاه هستم. به این کاری هم که دارم میکنم در رابطه با در رابطه با امریکا و داوطلبانه است. یعنی من توی شورای امریکاییان ایرانیان حقوق نمیگیرم، برعکس خیلیا که همچی شوراهای درست میکنن و برای خودشون حقوق درست میکنن. من تمام این مدت رو فقط داوطلبانه کار کردم، هنوزم دارم داوطلبانه کار میکنم و خیلی هم افتخار میکنم. من خودم آدم ملی میدونم که به دموکراسی اعتقاد دارم، به حقوق بشر اعتقاد دارم، اما در این حال آدم واقع‌گرایی هستم. من فکر میکنم برای ایران یه وضعیت
دموکراتیکی که درش نقش دولت و مردم یه توازنی داشته باشه خیلی خوبه. در واقع سوشال دموکراتم که خودم اینجوری تعریف میکنم. ایران خیلی دوست دارم. به من علتی هم که وارد این رابطه شدم برای اینکه احساس کردم این رابطه به نفع ملت ایرانه قبل از هر چیز و بعد به نفع کشور در مجموع هست و اعتقاد دارم به نفع دولت هم هست. اینها آقای امیرعبدی تمام اینها به اصطلاح علاقه و تمایل شما نشون میده، ولی من سوال مشخص من این بود که عملا چه کار میکنید؟ یعنی شما چه مأموریتی از کجا دارید؟ ببینید اولا مأموریت خاصی ندارم، البته زمانهایی بوده که مأموریت مشخصم از طرف دولت‌ها داشتم، ولی اکثرا این ابتکار دست خودم بوده. یعنی خودم حتی دولت‌ها رو سعی کردم مجبور کنم که مثلا یه پیام به من بدن ببرم اونور. تابستون گذشته مثلا این اتفاق افتاد، از امریکا دو بار پیام گرفتم بردم تو جمهوری اسلامی. از کجای امریکا؟ از وزارت امور خارجه. از وزارت امور خارجه بردم ایران و به نظر من معامله‌ای رو برای ایران بردم که اعتقاد دارم در آینده نزدیک حتی اوباما هم به ایران نمیده. متاسفانه خب قبول نشد، یا زمان کلینتون با خانم آلبرایت برای ملت ایران از خانم کلینتون، خانم آلبرایت که وزیر امور خارجه وقت کشور امریکا بود، برای ملت ایران سر کودتای 1353 عذرخواهی گرفتم و فرش آزاد کردیم، پسته را آزاد کردیم، مواد غذایی را آزاد کردیم، اینا کار خیلی خوبی شده. واقعیت اینه که ما سعی کردیم که این رابطه رو به همیشه به سوی صلح ببریم، از جنگ و دعوا دور نگه داریم. ما همیشه مخالف تحریم ها بودیم، هنوزم هستیم. هم ما که میگیم یعنی شورای ما و دوستانی که در شورا با ما کار میکنن که بیشتر امریکایی هن. ما به اصطلاح رئیس هیئت مدیره اولیه شورا شخصی بود به نام سایرس ونس. آقای ونس وزیر امور خارجه کارتر بود. همچین شخصیت هایی توی شورا جمع شد. به هر حال ما سعی میکنیم که برنامه بدیم. مثلا همین الان برای آقای اوباما یه برنامه عمل شورا نوشته که خودم نوشتم، ولی اعضای شورا روش کار کردن و این الان رو میز آقای اوباما هست، یعنی تو وزارت امور خارجه. هم دست خانم کلینتون خودم شخصا دادم، عرض کنم تو ایران هم دادیم دست دولت هست. من اعتقاد دارم یکی از بهترین برنامه‌هایی که بین دو تا کشور میتونه واقعا صلح عادلانه برقرار کنه. خیلی خوب، شما این برنامه‌تون، حالا میشه یک شمعی از این برنامه‌تون چی هست دقیقاً؟ من با بحثمون اینه که ایران و امریکا در وضعیت نجنگ و نسل به نفعشون نیست. باید این وضعیت از رو میز برداشته بشه. بعد چون وضعیت جنگ رو هم ما قبول نداریم، ما میگیم که باید به سوی وضعیت صلح بریم. برای وضعیت صلح هم ایران و هم امریکا هر دو باید هزینه بدن. اما هزینه هایی که اینا برای صلح میدن از هزینه هایی که هم اکنون برای وضعیت نه جنگ و نه صلح میدن یا برای جنگ میدن بسیار بسیار کمتره. خب من در مورد امریکا، ما فکر میکنیم امریکا باید دو تا هزینه بده در رابطه با برای اینکه صلح اگه بخواد. یه هزینه به اصطلاح حرفیه، یعنی باید نظرش در مورد ایران عوض کنه. مثلا سخنرانی که خانم آقای اوباما در اید کرد، میدونید اون سخنرانی توی چیز ما هست، توی همون برنامه ما هست. اگه یادتون باشه توی همین استودیو من یه ماه قبلش پیش بینی کردم، گفتم بهتون که آقای اوباما داره همچی کاری میکنه، برای اینکه میدونستم اینو ما خودمون گذاشته بودیم رو میزش. ما فکر میکنیم که اوباما هنوز باید وسیع تر از این بره، یعنی هنوز حرف توی رابطه ایران امریکا خیلی مهمه. مثلا ایران به حماس و حزب الله میگه ترور، به اصطلاح جنبش های آزادی بخش، در حالی که امریکایی ها میگن تروریست. خب اینکه نمیشه هم تروریست باشه هم جنبش آزادی. یه چیزی باید هر دو طرف یه چیزی رو باید اشتباه بکنن. امریکا و ایران سر یه سری مفاهیم با هم باید توافق بکنن، مثلا سر تعریف تروریسم، سر اینکه کی واقعا داره گسترش سلاح هسته‌ای رو بهش دامن میزنه و ایران چه نقشی توش داره. اینو باید باش بشینن، باید بشینن حرف بزنن. اینجوری نمیشه که فقط ایران رو متهم بکنن به این جریان، در حالی که اسرائیل و پاکستان و هند و بقیه کشورها دارن هی میسازن. ما فکر می‌کنیم که حرف خیلی مهمه. یا ایران میگن آقای اوباما اعتقاد داره، یا اوباما که نه، غرب اصولا اعتقاد داشته و هنوزم داره که یک ایران قوی یک ایران خطرناکیه برای منطقه و برای منافع امریکا و اسرائیل و اینا. این به نظر من، ما اعتقاد داریم این غلطه، این حرف. یعنی تاریخ نشون میده که ایران قوی ایران خطرناکی نیست، در برعکس ایران ضعیفه که ایران خطرناکیه. خب
خب ما میخوایم آقای اوباما این فکر رو عوض کنه، تغییر نظر بکنه تو این فکر. این یه بخشی که داره این تغییرات در من فکر میکنم که آقای اوباما واقعا به طور راهبردی استراتژیک داره فکر میکنه نسبت به این مسائل. متاسفانه در ایران هنوزم ایده فکر میکنن که اوباما داره تاکتیکی عمل میکنه. واقعیت اینه که داره سر این مفاهیم داره استراتژیکلی خیلی راهبردی داره نظرش رو عوض میکنه. بنابراین یه سری هزینه‌هایی که امریکا باید بده یا آقای اوباما باید بده، همین تجدید نظر روی این که ایران اصلا چیه، جمهوری اسلامی چیه. میدونی مثلا الان بحث رژیم چنج رو از رومیز برداشتن، ایران یک کشور عادیه، حکومت عادیه. این الان از طرف امریکا تقریبا جا افتاده و ما اعتقاد داریم که این بحث که ایران و امریکا باید با ایران سر روی مثلا تنبیه و تشویق بره جلو رو ما قبول نداریم. جناب عصای بزرگ و نمیدونم هویج بزرگ به نظر من بسیار توهین‌آمیز، ما اعتقاد به این نداریم. اما خب در این رو ببخشید، در ایران چی؟ در ایران برداشت از این تلاش شما چیه؟ یا اینکه به شما چی میگن؟ ببین اولا بزنین تمام کنم. ببین پس بنابراین یه سری هزینه‌های بسیار نظری باید اوباما بده، بعد بخش بعدش هزینه‌های عملیه. یعنی دولت اوباما باید بیاد و واقعا روی میز سری چیزای واقعی بذاره. مثلا فرض کنیم که دارایی ها رو آزاد کنه، عرض کنم که تحریم ها رو برداره و از این حرفا. اما ایران هم باید هزینه بده. ما اعتقاد داریم که ایران هیچ اشکال نداره برای 6 هفته غنی‌سازی رو منجمد کنه، نه که متوقف کنه، منجمد کنه. یعنی تعداد سنتریفیوژا همونجوری بگرده ولی تعدادش زیادتر نشه، برای یه مدت کوتاهی که به اصطلاح اعتماد سازی بشه. ما اعتقاد داریم که یعنی خودم هم به شخص اعتقاد دارم که ایران باید قبول کنه که اسرائیل یه واقعیتیه، یه موجود واقعیه که باید راه حل دولتی برای فلسطین راه حل درستیه، اما باید در این حال این راه حل با در چارچوب به اصطلاح قطعنامه 242 شورای امنیت مطرح بشه. ایران هیچ مسئله نخواهد داشت با اون، برای که ایران عضو سازمان‌های کشورهای اسلامیه، کنفرانس اسلامیه، اونا قبول دارن اینو، دولت دنیای عرب اینو قبول داره. یا سر حماس و حزب الله من فکر می‌کنم که ایران میتونه قبول بکنه، باید قبول کنه که تا در جاهایی که این نیروها برخوردهای تروریستی میکنن با هر نیروی اسرائیلیا، مخصوصا میرن تو داخل کشورشون بچه‌هاشون رو میکشن، باید اینو واقعا محکوم کنه نذاره. در حالی که خب در عین حال هم اینا باید حق داشته باشن درون خود خودشون از خودشون دفاع کنن و در اون چارچوب هم خیلی خیلی زیادیه و احتمالاً با این صحبت ها خیلی طول میکشه تا اینکه دو طرف سر این مسئله مذاکره کنن و احیانا به نتیجه برسن. شما در ایران اخیراً شما ایران بودید، به تازگی برگشتید از ایران، با کی ملاقات کردید؟ اولا من تو ایران بودم، من با آقای ولی نصر عوضی گرفتن، واسه اینکه میگفتن من اونجا بودم میگفتن آقای ولی نصر است، بیچاره ولی نصر دلم براش میسوزه. عرض شد حضورتون که من ملاقات کردم با چند نفری، متاسفانه نمیتونم بهت بگم برای دلیلش، هم نمیتونم بگم بخاطر الان جریان انتخابات، جریان انتخابات خیلی خیلی بالا، ولی جریان انتخابات جوریه که من الان اجازه بدید سر اون قضیه که با کی ملاقات کردم و چی حرفی شد مطرح نکنم. من میدونید که من این دفعه از طریق آذربایجان به سر وارد ایران شدم. یعنی من قزاقستان بودم، آلماتی، بعد اونجا رفتم باکو، از باکو اومدم از تالش خودمون، من تالشم، من خیلی افتخار میکنم تالشم، بعد از تالشم اومدم تو تالش خودمون و بعد رفتم تهران و چند روزی اونجا بودم، یه سری ملاقات های کردم، صحبت های کردم، برگشتم اومدم که اینجا خدمتتون هستم. عرض کنم حضورتون که خب حالا که برگشتید، شما یک پیغام خاصی، مأموریت خاصی از جانب ایران دارید که برمیگردید امریکا؟ من همیشه پیام دارم و همیشه مأموریت دارم، برای اینکه شخصی و کلتورتون، منظورم اینه که از دوانی به ایران چیزی دارید که به امریکا ببرید؟ نه، چیز خاصی که از ایران داشته باشم ندارم واقعا، ولی وقتی که میرم امریکا این چیزی رو که برداشت شده که از ایران کردم و صحبت هایی که کردم دارم، و وقتی که امریکا رفتم حتما میرم با وزارت امور خارجه امریکا صحبت میکنم و حرفم همیشه، هدفم این بوده که هر چیزی که بین دو کشور پیدا میکنم که باید شفاف بشن این کارو میکنم. یعنی من یکی از وظایف من همیشه این بوده که شفافیت ایجاد کنم توی رابطه دو کشور، هم سیاست ها رو شفاف تر بکنم و هم حرفای پشت پرده شفاف بشه. یعنی من خودم اصولا خب صحبت از حرفای پشت پرده کردید، شما در این اواخر بعد از پیام آقای اوباما
واکنش‌های زیادی تا به حال بوده و مدام در هر کنفرانس خبری یا هر جایی که یکی از مقامات ایران باشه به هر حال این سوال خانخا از جانب خبرنگارا پیش میاد، اون مسئله رابطه ایران آمریکا هست و تا به حال تقریبا مقامات ایران متحد صدا بودن یا به یک صدا صحبت میکردن و اون اینه که ما فقط حرف از آقای اوباما شنیدیم و عملی در پشتش نبوده. آیا واقعا در داخل خود نظام جمهوری اسلامی هم برداشت همینه، اینکه فقط انعکاس بیرونیش اینجوریه؟ نه، با انعکاس بیرونیش اینجوریه. ببینید اولا جمهوری اسلامی یعنی در درون فکر میکنن که واقعا یک چیز اساسی پشتش هست، حتما اینجوری هست. یعنی یکی از همین که عرض کردم بالای 80% درون حکومت الان این رابطه رو میخوان و همه این حرکاتی که آقای اوباما میکنه رو مثبت ارزیابی میکنن و دارن یواش یواش آماده میشن. الان میگم که یعنی جمهوری اسلامی یه مشکل اساسی داره که باید اونو حل کنه، الان توضیح میدم اونو، ولی این واقعیت وجود داره در ایران که داره ایران یواش یواش برای این رابطه آماده میشه. یه سری ترسایی داره ایران، یه سری نگرانی هایی داره که این نگرانی ها اگه بتونه برطرف بشه، مثلا یکی از نگرانی مثلا خیلی جالب بود، من یا یه مقام خیلی بالایی تو ایران یه آدم خیلی برجسته از من سوال کرد آقای دکتر اگه ما رابطه با امریکا رو عادی بکنیم به اینا بیان تو این کشور، اینا برای ما خطر ندارن، برای نظام ما خطر نداره. ببینید این به هر حال یه فکری تو در یه سطح خیلی بالایی این وجود داره. من جوابم این بود که بستگی داره که شما چه جور حکومتی هستید. حکومت‌هایی که ملی ان، مردمی ان، از رابطه با امریکا سود می‌برند، مثل کره جنوبی، مثل تایوان، بعد حکومت‌هایی که مردمی و ملی نیستن از رابطه با امریکا صدمه می‌بینند، مثل مصر. می‌دونید برابر این من بشون... شما با نامزدهای این انتخابات ریاست جمهوری هم ملاقات کردید، صحبت کردید در مورد یکی دو نفرشون؟ با یکی دو نفرشون ملاقات کردم. یکی دو نفرشون؟ آره، نه همشون. البته نمیخوام خب زیادتر از این نمیخوام باز کنم. آره، ملاقات کردم. خب اونا نظرشون چیه راجع به روابط آینده ایران آمریکا؟ من تقریبا مطمئنم همشون این رابطه رو میخوان. الان تصادف بینشون یک مسابقه هست. من دیروز از یکی تلفن گرفتم از ایران که میگفت یکی از به اصطلاح کاندیداها میگه مثل اینکه میخواست که ببینه که من میتونم پیامی از طرف ایشون ببرم به امریکا که این رابطه رو درست کنه هر چی سریعتر. میخوام بگم از این چیزا زیاده. الان تصادفا تو ایران الان مسابقه هست درون این نیرو که این رابطه رو کی درست کنه. ببین نیرو، البته این خطرناکه. من خودم اعتقاد دارم که نباید اینجوری باشه. ایران باید نباید یعنی رابطه ایران امریکا نباید یک جریان انتخاباتی بشه و بعد پشت سرش میدونید حرکت های خیلی چی بهش میگن عجولانه شکل بگیره. رابطه ایران امریکا رابطه خیلی مهمیه، باید در چارچوب منافع ملی هر دو کشور باید این رابطه شکل بگیره. من اعتقاد دارم که نه ایران میتونه امریکا رو ببازونه و نه امریکا باید ایران رو ببازونه. اینا باید منظور چی از ببازونه؟ یعنی مثلا یکی بر علیه، یعنی این رابطه رو اینجوری درست کنه که به نفع فقط یکی پیروز باشه، یکی این خطرناکه. اولا یادتون باشه که ما این دنیا دیگه خیلی کوچیک شده. ما الان توی امریکا 1 میلیون، بالای 1 میلیون ایرانی داریم، نزدیک به 10 میلیون مسلمان توی امریکا هست و خیلی هم دارن سریع رشد میکنن هر دو نیروش. بنابراین امریکا من اینجوری نیست که ایرانی اینجاست یا امریکایی اینجاست، اینا خیلی قاطی دارن میچن یواش یواش دنیا. خیلی معتقدن که البته اینطور هم هست واقعا که سیاست خارجی ایران عمدتا این تصمیم نهایی در این باره و به خصوص در رابطه با روابط با آمریکا در دفتر آیت الله خامنه ای رهبر ایران گرفته میشه، بدون توجه که ریاست جمهور هر کی که باشه دقیقاً چه خاصی داشته باشه. حالا شما فکر میکنین که این تمایل از طرف رهبر ایران وجود داره؟ ببینید تمایل وجود داره، یعنی ایشون خودشون هم آقای خامنه ای خودشون هم گفتن که ایران و امریکا نمیتونن تا ابد دشمن بمونن، بالاخره یه روزی این رابطه باید بینشون عادی بشه. و البته ایشون هم ضمناً گفتن که اون روزی که ایشون احساس بکنه به نفع ملت ایرانه وارد این میدون میشه. ببینید من هنوز اعتقاد دارم که رهبر جمهوری اسلامی هنوز تصمیم برای اینکه با این رابطه چه کار بکنه رو نگرفته، داره روش فکر میکنه، داره ارزیابی میکنه که بعد چجوری این جریان پیش بره. ولی اینکه اعتقاد دارم، البته اینو نه ایشون من گفته و نه اینو که دارم میگم به اصطلاح به صورت خبر چیز مطمئنه، ولی برداشت من اینه که ایشون داره یواش یواش آماده میشه
که تصمیم بگیره. و من اگه خب تصمیمم که بگیره در جهت صلح و عادی کردن تصمیم خواهد گرفت. من فکر می‌کنم که تا اون موقع راه دوری در پیش نیست، اما اون تصمیم الان گرفته نشده. یکی از مشکلاتی که الان آقای اوباما داره همین گذاشتن برای بعد از انتخابات ایران، حتما برای بعد از انتخابات ایران هست. از دو طرف هم امریکا منتظره که سیاست بازبینی سیاست آمریکاشو بذاره برای بعد از انتخابات، و هم ایران مقامات ایران یا رهبر جمهوری اسلامی ایران منتظره که بعد از انتخابات تصمیم بگیره. ببینید اوباما خیلی سریع وارد این میدون شد و شاید هم عجله کرد، ولی به هر حال وارد این میدون شده و هم اکنون داره کارهایی هم میکنه که اگرچه هنوز سیاست ایران اوباما روی میز نیست، ولی داره جزئیات اون سیاست یواش یواش میاد بیرون. و من فکر کنم تا مقطع انتخابات ایران اون سیاست آماده هست، و من فکر کنم بلافاصله بعد از اون دولت اوباما به سرعت و با خیلی به قول خودمون اگریسیو، با حرارت و جدیت وارد این میدون ایران میشه و به ایران به نظر من یه دوره زمانی مشخصی میده برای اینکه این مشکل رو حل کنه. یعنی اوباما هم نمیتونه همینجور امروز فردا کنه بگه خب یک سال دیگه، شش ماه دیگه. اینا اسرائیلی ها شدید دنبال اوباما هستن که شما باید به ما بگید تا کی میخوای با ایران مماشات کنی، تا کی میخوای این جریان ببری جلو. اون زمان ما بگو. یعنی الان اوباما تحت فشاره که این جریان ایران رو یا تو مثلا تو یه سال آینده به یه جای برسونه، یا اینکه بره کنار، نیروهای ضد ایران بیان وسط و مثلا حتما هم اونا خواهند اومد وسط. و من اعتقاد دارم امیر احمدی و همین دلیل همیشه گفتم که مایوس شدن اوباما، شکست اوباما تو این رابطه بسیار بسیار برای ایران خطر. دقیقاً همین رو می‌خواستم سوال بکنم که اگر که تمام این تلاش‌های آقای اوباما به نتیجه نرسه و نهایتاً مقامات جمهوری اسلامی بگن که ما احتیاج به رابطه با آمریکا نداریم و اعتماد به آمریکا نمی‌کنیم، چه خواهد شد؟ بسیار بسیار خطرناک خواهد بود. من میخوام همین امروز توی همینجا تو تاریخ ثبت بشه که من این حرف زدم. عرض کنم که من اعتقاد دارم اگه اوباما در ارتباط با ایران شکست بخوره، حتما بین ایران و امریکا دعوا میشه. یعنی دعوا واقعا نمیدونم در چه سطحی دعوا میشه، دعوا خیلی جدی میشه. یعنی بیش از اینی که الان هست میشه. ببینید توی ایران توی امریکا الان یه نیرویه که ضد ایران، طرفدار جنگ و دعواست با ایران. این نیرو به خاطر انتخابات و به خاطر مشروعیتی که اوباما داره فعلا کنار نشسته. داره به اوباما میگه خیلی خوب، حالا که تو هم مشروعیت داری، هی میگی میخوای با ایران رابطه کنی و میتونی باش صحبت کنی و کار میفرما، برو جلو. بنابراین الان داره از اوباما حمایت نمیکنه، ولی اون کنار نشسته داره تماشا میکنه. ولی این نیرو تا زیاد وارد زیاد تو صحنه نمیمونه، یعنی کنار صحنه نمیمونه، یه روزی وارد صحنه میشه و به اوباما خواهد گفت ببین شما شکست خوردی، حالا بشین کنار یا گوش به ما بده یا از ما چیز کن، به اصطلاح دنبال روی کن. این نیرو نیرویی که اعتقاد داره با جمهوری اسلامی جز از طریق دعوا و جنگ هیچ راهی نداره، یعنی اصلا اعتقاد داشته بود داره که ولی حرکت مسلمانان این نیرویی شما ازش صحبت می‌کنی این سال‌ها سر کار بوده در زبان بوش و نئوکنسرواتیو به قول معروف. آره این نیرو سر درست ولی کار بودن و هیچ کارم نکرد. نه ببینید این نیرو این نیرو اومد خودش رو درگیر عراق کرد، افغانستان کرد و قرار بود بیا طرف ایران که بعد از عراق که خوشبختانه اونجا درگیری ایجاد کرد و نتونست وارد میدون ایران بشه. این نیرو خیلی ضعیف شد بعد از جنگ امریکا با عراق، اما با اومدن اوباما به نظر من این نیرو فکر میکنه دوباره یه مشروعیتی پیدا کرده. یعنی به این معنی ببینید آقای بوش نمیتونست به ایران یک جنگ تحمیل کنه، برای اینکه به قدری این آدم غیر مشروع شده بود، به قدری اون جریان غیر مشروع شده بود که نمیتونست دیگه دعوای دیگه ایران بندازه. اما اوباما اینجوری نیست. اوباما بسیار بسیار آدم مشروعیه، اگه بخواد با ایران دعوا کنه مشروعیتش داره، حمایتش داره و میتونه این کارو بکنه. ببینید الان توی امریکا خیلی جالبه بحث سر این اون نیرویی که مخالف اوباماست، بحثش این نیست که ایران باش دعوا بکنیم یا نه، بحث اینه که کی با ایران دعوا کنه، امریکا یا اسرائیل، و بعد یعنی کدوم یکی با ایران دعوا کنه که کمترین صدمه رو امریکا بخوره. اینا بحثش اینه که اگر امریکا خودش
با ایران وارد یه دعوای اساسی بشه بیشتر به نفع امریکاست تا اسرائیل بشه. برای اینکه اگه امریکا نکنه اسرائیل بکنه، اون وقت منطقه در یه سطح وسیع دچار آشوب میشه و امریکا به هر حال در تحلیل نهایی مجبور طرف اسرائیل بگیره، بنابراین وارد یک میدون خیلی وسیعتری از دعوا میشه. در حالی که اگه امریکا خودش مستقیما وارد دعوا با ایران بشه، مشروعیت داره آقای اوباما و در واقع دعوا بین ایران و امریکا میشه و مسئله خیلی سریعتر میشه فیصله پیدا کنه. میخوام بگم که اینقدر این جریان جدیه. اما اینم بگم ایران یک کشوریه که آسون نیست باش دعوا کردن. اگه آسون بود که دارن دعوا کرده بودن. ایران کشور بسیار قوی هست، ملت بسیار ملی و وطن پرستی داره. امریکایی‌ها اینا میدونن. میدونی من همیشه میگم به امریکایی‌ها، میگم که 1400 سال پیش یزید اومد امام حسین رو کشت، ما هنوزم یزید رو ول نکردیم. شما میخواید چرا میخواید خودتون یزید این ملت بکنید؟ در یک کلام شما امیدوارترید نسبت به سال گذشته امسال که آقای اوباما سر کار اومد؟ بنده امیدوارم و در این حال من فکر کنم که اوباما بزرگترین فرصت و بزرگترین تهدید برای ایرانه. بسیار خیلی متشکرم آقای علی احمدی از شرکتتون در برنامه عبارت دیگر. خیلی.